سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. اون چی میگه اونجا؟ توی این ویدیو چک برارا رو با هم دیگه میشنویم. آتور رخ نجوا از کانال یوتیوب آتور که من همون لینک رو توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونید چک کنید اون لینک رو. به جز اون لینک کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب اسپندره هم توی دیسکریپشن قرار داده شده. مرچ های اسپندره هم که دیروزی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دیگه رها شده بر در پهنای اینترنت، رو برید چک کنید. از سایت اسپندره.com میتونید مرچ رو چک کنید و سایز بندی رو ببینید و خریداری کنید. اگر فور گنگ ها رو با چیت توی کامنت بریم سراغ شنیدن و دیدن الفاظ موزیک ویدیو برارا از آتور رخ نجوا. خب میدونیم که، یعنی از این به بعد میدونیم که، چون نمیدونستیم که، من که نمیدونستم رخ اصالت شمالی مثل این که داره، چون برارا نمیدونم حالا کدوم استان، ولی فکر کنم کلا شمال، گیلان و مازندران کلا به داداش میگن برار دیگه، به برادر. دایرکتور بای پهلوانی برادرز، پروژه برخوردهای آتور هست که مدتی استوب خورده و همین دیگه. برو بریم کادر رو ببین، عالی بود کادر. شروع ویدیو خفن. هنو دور موام صاف میشه با 70 تومن، عشقای خدا پاک میشه تا میزنم برفا کنم، کلاه دست بافته ننه با همه، عشقای خدا پاک میشه تا میزنم برفا کنم، نزنه به سرم سردی، دلگرم کار بمونه، بگیره با امید کمر بندی، مرخصیم برگشتم چه نو نو نگون بهی نو نو کار بمونه، بگیره با امید کمر بندی، مرخصیم برگشتم از تهران وطن، وقتی اینجا بیشتر خودمم، اونجا هم انگار کمم، میگن هوای خونت و نفس بکش لحظه رفتنت، من این دهاتو بیشتر از شهرتون زندگی کردمش، بیرون ماشین کله خونک، من این دهاتو بیشتر از شهرتون زندگی کردمش. تهران شهر کس خاصی نیست داداش، تهران مثل آمریکا میمونه، البته از یه نظرهای دیگه. تهران جای پول در آوردن شهرهای اطرافه، واقعا شهره چیز عجیب غریبی نداره، خیلی زندگی کردنی هم نداره، خیلی من چی میگم، صرفا باید پول در بیاری توش. بیشتر از شهرتون زندگی کردمش، بیرون ماشین کله خونه که هوای دره، صفاش جای پاهم گرچه دور داریم باورارا، هر کدوم یه جوری ورخ بر میخورم باورارا، برارا پوشم گرچه دور داریم باورارا، هر کدوم یه جوری ورخ بر میخورم باورارا، معنی وفا رو بلد سر میخورم لاورارا، پای خونواده باشه وسط رفیقا میگانت، اما ته خلافشون فقط یه سیگاره، چه رو حوالاش خورشی و پر بگیری چه زیرابی بری. ها؟ میگه بحث خونواده باشه رفیقا میانت، اگرچه که خلافشون فقط سیگاره، یعنی چی؟ یعنی آدم باید خلافکار باشه تا رو خونوادش غیرت داشته باشه؟ یعنی چی؟ پای خونواده باشه وسط رفیقا میگانت، اما ته خلافشون فقط یه سیگاره، چه رو حوالاش خورشی و پر بگیری چه زیرابی بری، بدون تفریح دوفون بعدش نه اینجا شکاره، سمتمون پی سوژه بیای سوژه میری، اکبر بیای جوجه میری، بیتش خیلی عجیبه. آره سمتمون پی سوژه بیای سوژه میری، اکبر بیای جوجه میری، تیمم میترکونه خونه تیمی جنگی، اکبر بیای جوجه میری. اکبر کیه؟ اکبر جوجه رو میدونم چیا، ولی اکبر بیای جوجه میری یه معنی دیگه جز این باید داشته باشه دیگه. بیا گول نمیری چه لاتیت پره چه گنگت، اینو داشته باشم از زمین گرده کس خالی، اگه گوشه گیری فش نهنه قفل بینمون حتی رفاقتی، تکلیف هر روز روشن گرچه همه آخاجی، من چقدر نیستم این شوخی ننه، شوخی ننه ای اصلا با سنگ میتنین رفیقت آجی، با یه سری چیزا آن نگوشه به کلن هر آدمی به نظر من، حالا من میگم هر مردی، ولی با شما بشنوید هر آدمی، شما نمیتونم از زبون دختر رو صحبت کنم، هر مردی یه سری آن نگوشبل رولز باید داشته باشه، یه سری چارچوبای غیر قابل بحث، یه سری قوانین غیر قابل بحث، یه سری ولی و ارزش‌های غیر قابل بحث هر مردی باید داشته باشه، مهمترینش هم به نظر من شوخی مادری و این چیزاست. حالا بماند که زندگی شخصی هم به نظر من هر آدمی باید یه سری چیز غیر قابل بحث داشته باشه، مثلا کسی که کارشو مثلا دوست داره، انقدر ساعت تو روز کار میکنه، دوست صمیمی‌ترین دوستش، پدرش مادرش نباید ازش انتظار داشته باشن که آقا حالا امروز نرو سر کار، امروز این کارو کن فلان کنیم، آقا طرف آن نگوشبلشه اون کار، حالا کارو مثال زدم چون
میخواستم بگم باشگاه، گفتم هرس، گفتم فشار میخورید کلمه باشگاه رو انقدر زیاد میگم. ولی کلا احترام آور این قضیه که شما یه سری ارزش ها رو اصلا غیر قابل بحث باشه واسات، یه سری ارزش ها رو داشته باشی تو زندگیت که نشه باشون شوخی کرد. من خیلی احترام میذارم به آدمایی که اینجوریه. من قفل بینمون حتی رفاقتی، تکلیف هر روز روشن، گرچه هم بلا تکلیف، دور دور شب ها روزامو میساخت و بودیم بیتا تفریم، خوندم از دل دهاتو ساختم چه عالمی، بیرون ماشین کله خونک هوای دره، صفاش جای پاهام گرچه دور داریم با برارا پروڈاکشش نمیدونم آتورو یا نجوا، ولی هر کدوم یه جوری ورق بر میخورم با برارام، من یه وقت بارو بلد سر میخورم لا برارا رفت فرس خوراکم. حتی من درامنش نمیدونم، اگر ترابی بود بهتر میشد یا درامنان این پترن دریل بهش میاد یا نه، احساس میکنم نمیاد این پترن دریل به این وایبی که داره داره ساخته میشه کلا تو موزیک، ولی خیلی حس والی منتقل میکنه. یه وقت رو بلد سر میخورم لابرا را رفورس خوراکم، لفظام تهبندی زندگی میکنم ست دل... رفورس خوراکم لفظام تهبندی، خوراک غذا تهبندی اله اوله، رفورس خوراکم لفظام تهبندی زندگی میکنم ست دل خوش به مرخصی عبدیم، لفظا هیولا بیست بومیه تو دست سیست، لحجه رو حس میکنی حتی اگه لفظ بیان فرنگی، لبن و محلی میخرم در بیادت و شر. کاملا داریم یه پیوت میبینیم از رخمان، داره میاد سمت من. هیچ وقت این مینستریم و زی آندرگراند و توی رپ فارسی چیز نداشتم، مثلا نه تعریف مشخصی ازش شنیدم نه قبول دارم، ولی خب برای اینکه بشه راحت صحبت کرد راجبه مثلا رخ بیشتر سمت کابوس بود، الان مثلا بیشتر داره میاد سمت دیپاپولوژیست، اینجوری بگم بیشتر سمت پوری میاد. هنوز اگه لفظ انگلیسی استفاده میکنه لهجه‌مون بغل بهش اشاره میکنه، نمیدونم یا هنوز روش نمیشه کامل بیاد سمت چیز غریبی میکنه توی مینستریم، یا اینکه مثلا میخواد نگه داره یه پوز ایرانی بودن و پوز ملی بودن و پوز بازم یه آندرگراند نیست، ولی خب هم پوز آندرگراند نگه داره، ولی خب با استایل مینستریم. نمیدونم یه وقت من هم چیزی دارم میگیرم از این کار، یه همچی حسی دارم میگیرم این خروجی کنی، حتی اگه لفظ بیان فرنگی، لبن و محلی میخرم در بیاد تا شعرم دلاری، شوخی از شهرستانی جدیش میریم واسه کشور گشایی، گرچه دورشم از مازرون پس میده دلم خماری، اما هر لحظه پوست میندازم خنده داره بگی بچه کجایی، بیرون ماشین کله خونک هوای دره، صفاش جای پاهام گرچه دور داریم با برارا هر کدوم یه جوری برم حاجی دلم شمال میخواد، یک سال شمال نرفتم من، حاجی فضا رو نگاه کن، سرسبزی نم هوا رو نگاه کن، من دارم شما میخواد میرم توی زندگی به چی چسبیدی فرشاد پاشو برو شما بر میخورم بابرارام، من یه وفا رو بلد سر میخورم لابرارا، بیرون ماشین کرده خونه کف و یه دره، صرفش جای پا هم گرچه دور داریم بابرارا، هم نفس اسرائیل هم و یه روزی میزنم سروش، ولی میمونه جای پا هم تا اون موقع بابرارام. آها ترو رو ببین، کار کیه؟ کار نجیه یا آتی؟ آها ترو قوی، پروداکشن قوی، گنگ. این بود موزیک ویدئوی برارا تو رخ نجوا، بی نظیر بود به نظر من، کاری که هر کدوم نمیدونم من هنوز واقعا، ولی هر کی که توی پروداکشن نقش داشت کارش بی نظیر بود. باز نظرم هنوز همون جوریه که نمیدونم اگه درامنان دریل نمی بود یه چیز دیگه جای دریل می بود بهتر می شد، من حس می کنم بهتر می شد، ولی یکی به نظرم پروداکشن فازی که ساخته شده بود توش بی نظیر بود، یکی همخونی وایب ویدیو با وایبی که ساوند به هم می داد بی نظیر بود، نشان منو برد به شمال. به نظر من این پروژه، یعنی دستندر کانان این پروژه همه به جز رخ کریم کردن کارو، یعنی واقعا به نظر من ویدیو خیلی باحالی بود. حالا یه سری کادر من توجیهی پشتش حس نکردم و به نظرم کادر جذابی نبود، مثلا اون که لبه صندلی شاگرد نشسته بود از اینجای رخ گرفته بود، رخ نمیخواد تصویرش رو نشون بده، نمیخواد صورتش رو نشون بده، ولی اون کار کلا به نظر من کادر خفنی نبود. حالا کلا یه سری کادر خفن نبود، ولی کلیت چیزی که حسی که تصویر به من منتقل میکرد، یک خیلی همخونی داشت به کلیت ساوندی که به من داشت منتقل میشد، دو خیلی لحاظ شدنی بود، خیلی موزیک بدون تصویر میومد بیرون، شاید این تأثیری و این قطعا این تأثیری که با تصویر اومده بیرون نداشت، من تصویر خیلی کمک میکرد به من توی انتقال اون چیزی که
موزیک قراره به منتقل کنه. جایگاهی هم که رخ با این ترک خودشو توش قرار داد واقعا جایگاه بینابین الان. کاری که آیین انجام داد، کاری که سعید دهقان یه خورده که قبل‌تر انجام داده، این از همه زودتر از اون سمت انجام داده بود، کاری که دیگه یادم نمیاد کی انجام داده، ولی کم کم با جون گرفتن پلتفرمای ما، با جون گرفتن پلتفرمای موسیقی اسپاتیفای، ساوندکلاود، یوتیوب، خیلی باحاله. من داخل پرانتز یه خاطره طور تعریف کنم، خاطره من نیست، زمانی که اولین بار شرکت بیلبورد، نمیدونم شرکت چی که بیلبوردم برای اون شرکت، یه شرکتی که یه هولدینگ توره، دو تا برند رو کنترل میکنه، یکیش بیلبورده، بیلبورد میخواست چارت درست کنه برای پرفروشترین موزیکا، ورودی اطلاعاتش، اینپوتش دو تا جا بود، یکی دی جی هایی که رادیو استیشن ها دارن کنترل میکنن و موزیک پلی میکنن اونجا، دو مغازه های فروشگاه های واینال، فروشگاه های صفحه گرامافون و دیسک و اینجور چیزا. بعد خطاهایی که توی ورودی های داده وجود داشت به این صورت بود که فروشنده های واینال یا دیسک و هر چیزی خبردار بودن از تأثیر بیلبوردی، وقتی بیلبورد میان میگه این موزیک پرفروشه، روی مردم تأثیر میذاره، مردم میان اونو میخرن. خب یه چنین حسی داره، همین حس رو ما هنوزم داریم، یه چیزی که لایک زیاد خورده برام ولیدتر تا چیزی کم تر لایک خورده، حالا کار نداریم. این فروشنده ها میدونستن که وقتی اسم مثلا ترک برارا، رخ، آتور نجوا رو بدن به شرکت بیلبورد، بیلبورد اون رو به عنوان ترک پرفروش اعلام کنه، فروش خودشون از اون ترک بیشتر میشه، چرا؟ چون از این به بعد مشتری ها میان بیشتر اون دیسکو بخرن. به خاطر همین میرفتن دیسکایی که کمتر فروش رفته رو اتفاقا اسمشون میگفتن به بیلبورد، میگفتن آقا ما بیشتر اینو فروختیم، چرا؟ چون انبارش از اون جنس پر بوده، که بیلبورد اینو بگه که مردم بیان اون جنسا رو بخرن که انبارشون خالی شه. یک خطا اینجا بود. دومی خطا هم که رادیو استیشن ها دست سه تا لیبل گنده بود، یونیورسال میوزیک، سونی و یو ام جی اس ام جی، بگو اون یکی و حالا اون یکی، سه تا لیبل گنده از قدیم بودن، کل 99% موزیکای و کانال ها و پلتفرم دنیا هم دست ایناست، رادیو استیشن هم دست این سه تا لیبل بود. پس دی جی هایی که اطلاعات میدادن به بیلبورد دی جی های اون لیبل ها بودن و به خواست اون لیبل ها آرتیست های اون لیبل ها رو معرفی میکنن به بیلبورد. به خاطر همین بود که یه سری موزیک ها به عنوان تاپ 10 تو بیلبورد معرفی میشد که واقعا مردم گوشش نمیدادن. توجه هم کنیم که اون موقع پلتفرم اسپاتیفای، یوتیوب و اپل میوزیک و اینا نداشتیم. بعدها، خیلی بعدها که فهمیدن آقا مشکل داره این سیستم اطلاع جذب کردن، و بعد رفتن خودشون تحقیق کردن که چی واقعا بیشتر میفروشه، بیشتر تونستن رصد کنن فروش ها رو و پلی های مردم رو، متوجه شدن که هیپ هاپ که اتفاقا بیشتر داره میفروشه و کانتری. یکی از دلایل مرگ صحنه راک همین بود، به خاطر اینکه لیبل های گنده پشت صحنه راک بودن و زور پشتشون بود. وقتی قدرت اومد دست مردم، وقتی اطلاعات رو از مردم گرفتن نه از اون لیبل هایی که پشت بندای راکن، اصلا ترک های راک دیگه واقعا صدر بیلبورد اومد پایین. یکی از دلایل سقوط صحنه راک این بود. حالا کار نداریم. توی ایران چجوری بود؟ توی ایران ما پلتفرم نداشتیم، ما از تلگرام دانلود میکردیم موزیکا رو گوش میدادیم، از سایت رپفا گوش میدادیم که مثلا اون موقعی که خیلی مونوپولی بود، و سایت هایی که بچه ها خودشون موزیک، این آرتیست ها به صورت مستقل موزیکشون رو میفروختن و شنونده میتونست از اونجا خریداری کنه. وقتی این سیستما از بین رفت و همه چی رفت سمت پلتفرما، دوباره یه اتفاقی شبیه اونه. تا قبل از این ما داده‌ای برای رصد کردن، تا قبل از شکل پلتفرما و رایج شدن پلتفرما، ما داده‌ای واسه رصد کردن اینکه مردم چی دارن گوش میدن نداشتیم. خب پس هر کی فالوور اینستاش بیشتر از بقیه بود، یا هر کی قدیمی تر بود، و هم میتونست ادعای خوب مثلا خفن بودن تو اون ژانر کنه دیگه. تتلو هیچ کس و پیشرو مثلا یا حسین تا اون موقع دست نیافتنی ترینا بودن، به خاطر اینکه اسمشون رو همه میشناسن، عموی منم اسم اونا رو شنیده، ولی مثلا هیپاپولوژیست واقعا عموی من نشیده. ولی وقتی پلتفرمات بازی عوض شد، وقتی پلتفرم رایج شد استفاده ازشون، بازی عوض شد. اتفاقی که من یعنی همون موقع هم پیش بینی میکردم، نرمالایز شدن کلا همه جا اتفاق میفته. این هم یه حرکتی در راستای نرمالایز شدنه. پلتفرم‌ها از یه جهت کمک کرد اتفاقا به نظر من به آرتیست و به پرودوسرای ما برای فهم سلیقه مردم. موسیقی سلیقه توش خیلی مهمه. خب حالا من نمیگم که باید از روی سلیقه مردم مثلا موزیک بسازن مردم، نه آرتیستا، نه خواسته خودشون، اصلا این برداشتو نکنید از حرفم، خودشون میدونن، ولی خب سلیقه مردم رو دونستن باحال دیگه. اینکه ویو رو بشناسی جالبه، میتونی ازش کمک بگیری. به هر حال ما میبینیم که خروجی رخ، این خروجی رخ جایی که الان رخ روش وایساده، واقعا دور از جایی که شروع کرده و ما رخ رو باید شناختیم، و جایی نزدیک به چیزی که مثلا میگم گادپوری هست. و از لحاظ لیریکسی و نوشتن، چیزی که رخ برای من همیشه متمایز میکرد، ببین این ترک، اولا که رخ، این رخی که اینجا بودی ما دیدیم رخ نبود، این از این.
یعنی من ترک به نظر من به خاطر آهنگسازی و به خاطر تصویر موزیک ویدئویی باحالی بود، ولی مثلا توی فرخ فرامرز مثلا مقایسه کنید با این رخ متوجه میشید نوع نوشتن رخ انسجام نداشت اینجا به نظر من. میگم اصلا از رخ خارج شده بود، رخ جدیدی رو نساخته بود، ولی هنوز یعنی این رخی که ما الان دیدیم توی مرحله ترانزیشن، نه رخ قبلی نه رخ بعدی است، این وسط هاست و به نظر من هنوز قلمش توی این هول، این مسیری که داره، این مسیری که این ترک داشت توش قدم برمی داشت، به نظر من هنوز کامل نشده بود و بالغ نشده بود. اون سواگ مورد نظرم نداشت لفظش واقعا. اگر مدل قدیمی رخ می نوشت، حداقل امضای رخ قدیم توش بود که امضای ثابت شده یه تا حد خود رخ. مثل اینکه شما مثلا یه سنگو بخوای با چسب چوب بچسبونی به سنگ دیگه، نمیشه. به نظر من چسب رو هنوز نتونسته پیدا کنه رخ که بتونه یه روی خودشو به یه روی دیگه بچسبونه و یه رخ جدید تحویل بده. ولی در هر صورت میگم تغییر مسیر کاملا مشهود و تبدیل تجربه اولین بار دیدن ویدیو برای من 5.5 بود. من مثلا فاز ویدیو موزیک و اون شمال بودنش خیلی برای من باحال بود، ولی نه اولا که مسیر منحصر به فردی بود. میگم ما پوری تو این مسیر خیلی وقت داریم که به سنتی بودن خودش افتخار میکنه، به شمالی بودن خودش افتخار میکنه، فلکس میکنه تو موزیکاش خیلی، و از این طرف هم یه حالت مینستریم داره دیگه، حالت جریان است تو، و امیدوارم میخورده با چی میگم پخته تر شه قلمه رخ توی این مسیر جدید. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این تک تک ویدیو رای دوست داشتید، ویدیو رای دوست نداشتید فورگن یادتون نره تو کامنت، ویدیوهای کانال رو اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره بزنید، یه دونه زنگول مقاله سابسکرایب هست دوست داشتید از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع شید روی زنگول فشار بدید تا ویدیوهای بعدی فورگن.